داستان فیلم آقای لور به شهر می رود که تو سال 1356 ساخته شده از این قراره که قلی و خواهرش بتول که توی روستا زندگی می کنن قصد دارن به شهر برن تا بتول زن یه مرد شهری بشه. بتول از دست آزار نامزد و خانواده نامزدش به تهران فرار می کنه و آواره می شه. قلی هم که به خاطر درگیری به زندان رفته بوده بعد از آزادی به کمک دختر و پسر جوونی خواهرش رو پیدا می کنه. بخشایی از فیلم آقای لور به شهر می رود رو با هم تماشا می کنیم. از اون نوشیدنی هم بخور. این نوشیدنی که تلخ تلخه. مگه تو شهر شما چه مزه‌ای میده ها؟ شیرین شیرینه. اونا عوضیه. دیگه از اونا نخوری ها. مگه شیه؟ تو که نمیدونی اونا همش قلابیه. جوهر نمک و دوابه ایستادن. چشاتو کور میکنه. نوشیدنی از اینطوریه. یه کمی تلخه. راست میگی. اون نوشیدنی دیما شیرینه. اب داره؟ خوب شد گفتم. آره خیلی خوب. پس برده بخورم. باشه. باشه هرچی تو بگی. بخورم. همه شما بخورم. بردن خوشمزه نیست؟ چرا؟ خوشمزه است. تو بگی خوشمزه است دیگه حتما خوشمزه است. پس هرچی میتونی بیشتر بخور. دو خواهر از خانواده اشرافی شیفته یه پسر رانندشون میشن در حالی که تا اون زمان هیچ کدومشون به اون توجهی نداشتن. بعد از ماجراهای سرانجام خواهر کوچیکتر به نفع خواهر بزرگتر خودشو کنار میکشه. بخشایی از فیلم هنگامه رو با هم تماشا میکنیم. فهمیدی امروز هنگامه از من چی پرسید؟ نه چی؟ پرسید با بهزاد چی کار میکنی؟ گفتم هیچی. پرسید با هم میرخصید؟ خب دیگه دیگه چی پرسید؟ گفت اگه یه وقت بشنوم با بهزاد رفت. من هرگز لب به مشروب نزده بودم، اما حالا این سومین گیلاسمه به سلامتی تو و هنگامه. به سلامتی تو و هنگامه. اینجا خیلی تاریکه، بریم یه جایی که بیشتر نور داشته باشه، شلوغ باشه، جمعیت، ازدحام، دود، مستی، ساز، ضرب، رقص. بریم یکی از این کافه‌های ساز و ضربی. تو راست راستی عوض شدی ها، تاجر کنم. من این عوض شدن خیلی دوست دارم، دریا نبرد. بریم؟ کجا؟ فیلم انگشت نما با بازی منوچهر وثوق و حاله محصول سال 1354. حجت با بازی منوچهر وثوق با عاطفه قرار گذاشته که اگر همسر مورد نظر خودش رو پیدا کرد دوستیشون رو قطع کنه. حجت با معصومه با بازی حاله قرار ازدواج میذاره، اما قاسم که جلال پیشواییان بازیش میکنه برای سر نگرفتن این ازدواج اسماعیل پدر معصومه رو به زندان میندازه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. سلام بریم. ما علیکم ببخشید. ایوا شما اومدین آقا مهتی؟ والا نشو که امروز بره. شاگردم رفت کامیون از گاراژ بیاره بیرون، انداخت تو چوب، اسموس و سگت و خلاصه همشو داغون کرد. ما هم دیگه موندگار شدیم. دیدیم اگه یه شب نیم اینجا شماها ناراحت بشید. تا حجت گفت بفرمایید. آره من راه انداختم. خیلی لطف کردین، ولی اصلا فکر نمی‌کردم که امشبم بیاین. با اختیار دارین. ما نمک پرور بیم خانوم، اینجا خونه امید ماست. یاهو. خب معصومه جون دیگه چی داریم؟ زود برده ببینم. بله هرچی هست برده. چی شو نفهمیدم این عرقا چیه؟ کجای کاری، عرقای دیشبی خودته. در ضمن امشب معصومه خانوم خودشون اجازه فرمودن ما مشروب بخوریم. نه دیگه ما توی این خونه مشروب بخور نیستیم. نه دیگه. مگه جرأت داری بگی بخور؟ مگه میذاری تو؟ با اجازه ما داریم میخوریم. ببخشید. سلامتی. سلامتی.
معذرت میخوام آقا میتی، میخواستم یه سوالی بکنم. خواهش میشه. این تعمیر کامیون چقدر طول میکشه؟ والا همین دو سه روزه تموم میشه، اما راستش خیال دارم بعد از تعمیر به فروشمش، چون دیگه بیابون رفتن و بیخوابی خسته شدم. کامیونو که فروختم ایشالا دیگه هر شب دوره همین. اصلا جون ببین داشم چقدر ما رو دوست داره که میخواد همیشه پیش ما باشه. بله لطف دارن ایشون. سلامتی. فیلم سینمایی شاطر عباس که تو سال 1350 ساخته شده، راجع به شاطر عباسه که خانواده خوب و زندگی آرومی داره و عاشق دختری به اسم فاطمه میشه. خواستگارای دیگه فاطمه سعی میکنن شاطر رو پیش فاطمه بدنام کنن، اما در نهایت این دو نفر با هم ازدواج میکنن. بخشایی از فیلم شاطر عباس رو با هم تماشا میکنیم. دابات خونه ای تو پیش ننت بیار یه دقیقه دیگه حرفای اون شبشو بشنوم. بیام یه دقیقه دیگه بگم من هر زم ننم فاسد بوده بابام. دیگه چی باید بشنوم که نشنیدم؟ برو برو ولم کن. من همونی هستم که ننت میگفت، همونی که بچه های محل خیال میکردم. حالا دیگه میخوام با پول دارا باشم. بازم فایستودی؟ من به ننت قول دادم. پس برای قولی که به ننم دادی اومدی دنبالم؟ من به خیالم خاطرخواه خودم هستی. برو پیکارت عموه، به ننت قول دادم. واقعا مسخره است، به چه کسی هم قول دادی؟ فکرشم نمیکردم تو اینقدر عوض شده باشی. من تو رو یه دختر پاک و ساده‌ای میدونستم. پاک؟ کور خونده بودی؟ من همیشه همین بودم که حالا هستم، به اضافه این که عقلم هم بیشتر شد. فهمیدی؟ بسته دیگه، داره دهانتو ببند. اینقدر اینجا بمون که تمام هیکلتو پول بگیرن. عباسی چند نفره بیفرس قلعان پاشه بشکنن که دیگه این طرفه پیداش نشه. باید صبر کنیم تا خوب پاتیلی پاتیشه بیاد بیرون، اون وقت حسابشو برسیم. پاتیجون میخوام یه چیزی بهت بگم، هر کاری کردم نتونستم تو دلم میگردم. فیلم کاسب‌های محل که تو سال 1348 ساخته شده، از این قراره که نجار محل با دختر پولداری آشنا میشه و بهش دل میبنده. پشمند نجار، کفاش و تربار فروش محلم گرفتار عشق میشن. مشکل اینجاست که پولدار بودن دخترها مانع رسیدن این کاسبا به عشقشون شده. بخشایی از فیلم کاسب‌های محل رو با هم تماشا میکنیم. جلال جان رفته تو چرا زن نمیگیری؟ به تو چه؟ مگه تو داروغه ای مرد؟ معلوم نیست، حتما به سن بلوغ نرسیده. حتما عباس‌آقا جون چرا نمیخوام بگیرم؟ میخوام اما نمتونم. چی؟ چه نمتونی آقا جلال جون؟ تو که ماشاءالله ازام شاهی کسب و کار رو به راست، دیگه چه زن نمیگیری که ما به یه عروسی برسیم؟ هر دختری تو رو ببینه یک دل نه صد دل عاشقت میشه. نه ترس، من خودم فرد میرم واسه خواستگاری میکنم. آفرین پسر چیستم، خدا شاهد علی راست میگه. میدونی رفقا چرا زن نمیگیرم؟ چیه جریان؟ بگو به ما. واسه اون یه دونه خواهرمه که حاضر نیستم با همه دنیا عوضش کنم. آماجی؟ خب جلال خاله به زن گرفتن تو چی کردیم؟ میدونی اکبر جون، اون به زن گرفتن من کاری نداره، اما خدایی نکرده اگه من زن بگیرم و اونا اخلاقشون با هم جور در نیاد، اون وقت زندگی برای هممون زهر میشه. من نمیخوام هیچ وقت کوچیکتر نراتی دفلکی رو ببینم. نمیخوام. نه نه.